30 بار سازها برای جشنواره فجر کوک شدند. در آستانه برگزاری 30 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر این نوید رو به شما دادیم که ویژه برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ادامه این ویژه برنامه در خدمت جناب استاد ایرج رحمانپور از خوانندگان بسیار خوب لرستان در خدمتشون هستیم. ایشون هم شاعر خوبی هستن، هم آهنگساز خوبی هستن و هم خواننده خوبی. استاد سلام عرض می‌کنم به شما، خیلی مقدم میگم. سلام از بنده است، من هم به شما از ادب و سلام و شما و همکاراتون. و چه خوب که این موسیقی بی کس و بی پشت و پناه ما مقامی رو گویا قرار است دریابند و شما همیشه در میارید و شما همیشه بودید. همه رو میگم اختیاره. جناب رحمانپور، شما چندمین دوره است که در جشنواره موسیقی فجر شرکت میکنید؟ در اکثر دوره هایی که موسیقی نواحی بودیم حضور داشتیم، مگر گاهی که موسیقی نواحی رو مثل سال 92 مثلا بله. موسیقی نواحی نبود، نبودیم. هر گاه موسیقی نواحی یا گاهن هم که با اسامی دیگه برگزار میشد، اگه خاطرتون باشه سالهای ابتدایی جشنواره ها موسیقی حماسی، موسیقی انواع موسیقی ها با اسامی مختلف اسامیش یادم میشه بله. برگزار میشد، موقعی که دبیری جشنواره ها با جناب درویشی بود، از همون موقع دیگه لرستان شرکت داشته. گاهن ممکنه افراد نبوده باشن، افراد مختلف، ولی لرستان همیشه بوده توی جشنواره ها. دوستانی مثل آقای علیپور، بنده که در خدمتتون هستم، و سایرین همیشه یادش بخیر. آقای میرزاوندی هم بله. توی جشنواره، اصلا آقای میرزاوندی در اوج اون حماسه های ملی کشورمون، خودتون میدونید یکی از عزیزان عرصه موسیقی بودن و یادشون شما چه خوبه. تخاطر خواهش میکنم، یاد و خاطره استاد رضا صغایی هم گرامی میداریم و همه بزرگان واقعا موسیقی لرستان که سرشار از شور و حماست. جناب رحمانپور عزیز، فکر میکنید که سهم موسیقی نواحی در جشنواره‌ای مثل جشنواره فجر تا چند اندازه است؟ از این نظر که به هر حال سهم رو از این دید ببینیم که حضورش چقدره، ضرورتش چیه. ضرورتش از آب، از غذا، از همه چی بیشتره. چرا؟ من اگه به جایی بر نخوره یا کسی ندن، اینها رو آبشخور موسیقی کشورمون میدونم. اینها سرچشمه های موسیقی ما هستن، اینها چشمه ها هستن که باید بجوشن و زندگی کنن تا این رودخانه‌ای که موسیقی ملی ماست جاندار و جاری باشه. در غیر این صورت اصلا ما موسیقی ملی نخواهیم داشت بعد از اینکه چند سالی موسیقی نواحیمون رو نداشته باشیم. اون چیزی هم که شما خودتون اصلا استاد این زمینه هستید و من خوشحالم که الان در کنار شما این صحبت‌ها رو می‌کنم، اون چیزی که در دربار قاجار تدوین شد یه بخش بسیار کوچیکی از موسیقی ما بود که اون موقع میتونه صدای خودش رو به تهران برسونه، ولی اونایی که ناگفته موند، اونایی که نانوشته موند، اونایی که اکثرا هم هستند و خیلی زیادن، اگه اونها نباشه خب چیزی به عنوان موسیقی ما نخواهیم داشت بعد از چند سال دیگه. به نظرم این جوریه. الان خیلی حیاتیه. وضعیت موسیقی لرستان رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تو خود لرستان و در واقع اجراش در استان‌های دیگر، جاهای دیگر چگونه است؟ بالا خوب بوده جناب سجادی. یعنی اولا خب موسیقی به طور کلی خودتون فضای موسیقی کشور رو بهتر از من میدونید. ما هم زیر همین آسمان زندگی میکنیم و همین وضعیت رو داریم که در سراسر کشور هست. خوشبختانه در سالهای اخیر با ورود جوانهای لر به دانشگاه‌های هنر که خیلی هم پرتعداد وارد شدن، خوشبختانه اونها بیشتر تقویت شده و گروه های متفاوت موسیقی لرستان چه در عرصه ملی کشور خودمون به خوبی خودشون رو نشون دادن، چه در جشنواره‌هایی که در نواحی مختلف برگزار میشه. ما جشنواره در بختیاری داریم بله. در کردستان داریم، در کرمانشاه برگزار میشه، گاهی در خود لرستان، اخیرا هم همین جشنواره هم بخشش در لرستان برگزار میشه و کشورهای مختلف دنیا. همیشه تونستن موسیقی لرستان بخشی از سفیرهای هنری کشورمون باشن در کنار بقیه اقوام ایرانی. ما نمیگیم بهترین بودیم، ولی همیشه در کنار سایر اقوام ایرانی یکی از پربیننده ترین، پرمخاطب ترین انواع موسیقی کشورمون بوده موسیقی لری. خوشبختانه الان هم فعالان همه. خیلی هم عالی. میخوام که بخشی از اجرای گروه زاگرس رو با هم ببینیم، برگردیم پیرامون زاگرس و گروه زاگرس بیشتر با شما صحبت کنیم. در خدمت هستیم.
درود. این همه انرژی واقعا در این موسیقی حتما از یک سرچشمه میاد که خیلی معنوی و زیباست. درود بر شما، خدا شما رو حفظ کنه. من این توضیح رو بدم که جناب استاد ایرج رحمانپور واقعا خانه و خانوادش کانون پرورش استعدادهای جوانی بوده که امروز حتی در کنار ایشون میشینن و در واقع برنامه اجرا میکنن. همین جوانهایی که در واقع همراهی میکنن جناب استاد رو، همسر مهربان و بزرگوارشون، فرزندان عزیزشون، و به هر شکلی میشود گفت که خانه پرمهرشون خانه هنرمندان لرستان بوده. انشالله که زنده و سلامت باشن، پدر معنوی خیلی از هنرمندان هستن. جناب رحمانپور، این مور و این در واقع شور و حالی که واقعا در موسیقی لرستان هست گاهی خیلی سحرآمیز و واقعا سحرانگیز، اینها از کجا میاد؟ ریشش کجاست؟ خیلی متشکرم که این موضوع رو اشاره فرمودید. یه خاطره رو اگه اجازه بدید، نمیدونم وقت برنامه اجازه میده یا نه، در بزرگداشت مرحوم پناهی، هنرمند ارجمند حسین پناهی عزیز، پناهی، ما یه مقداری از این مویه ها از سوگ میاد توی بزرگداشت ایشون اجرا کردیم. وقتی که رفتیم نشستیم، بعد از ما، من اسم نمیارم، یکی از بزرگان تئاتر کشور سخنرانی داشت و ایشون با کمال تعجب توی سخنرانیشون گفتن خب ما اپرای لوری هم شنیدیم. اپرای لوری، من واقعا غمگین شدم اونجا به سجادی که من توقع داشتم، واقعا توقع داشتم خصوصا هنرمندان عرصه نمایش ما حداقل شناختی از اون چه که در کشور به عنوان فرهنگ موسیقایی نمایشی آینیمون هست اطلاع داشته باشن. میراثی که از گذشتگان برای ما مونده. اصلا اگه بناست ما هنر نمایشمون، سینمامون، هرچی موفقیت داشته باشه، این آبشخورها رو باید بشناسن. کسایی که بخوان تو این زمینه ها بزرگای ما باشن، اینها رو باید بشناسن، چون توی موسیقی ما، توی هم مویه ها نمایش هم هست. بعد خلاصه متاسف شدم که اینجوریه. این نیست، اینا اپرا نیست، اینا از جایی نگرفتیم ما. این سر چشمه های لرستان شما برو اینها رو میشنوی، توی از چوپان های لرستان اینها رو میشنوی، توی خونه ها اینها رو میشنوی، خونه هایی که الان 10 طبقه 20 طبقه هستن اینها رو میشنوی. کسی که بعضا الان توی اروپا زندگی میکنه، اگه لوره غروباشو با اینا میگذرونه، این صداها هست، از هیچ جا گرفته نشده. همونجور که فرمودی خود از کجا میاد، از هزاران سال زندگی این کشور ما میاد. اینها همه حاصل هستی بسیار پیچیده مردمان ما در طول هزاره هاست که اومده و به اینجا رسیده. خیلی ها تونستن از اینا استفاده بکنن. شاید از کجا معلوم ما و اونهایی که الان توی کلیساهاشون موسیقی مقدس و این آواها خونده میشه، یک مشترکات بشری با هم دیگه نداشتیم و اینها از همون موقع ها نمونده باشه. و اسامی اینها هم میدونید که یکیش هورست، از اون به هر حال ممکنه ربط داشته باشه با پیشینه های خیلی دور تاریخی ما که در کردستان هم داریم، در جای دیگر هم داریم. اصلا این در همه زاگرس، نه فقط زاگرس ما، در سراسر شمال ما شما آواهای اساطیری دارید، آواهایی دارید که از گذشته های دوری ایران میکرد دارید. در آواهای تالشی رو، آواهای دینمانی رو، نمیشه براش تاریخی غیر از 10-15 هزار سال و اینها آدم ببینه. وقتی اینها رو میشنوی اینجوریه، اینها حاصل زندگی مردمان ما بودن، حاصل دعاهاشون بودن، حاصل آیینهاشون بودن، حاصل هستی بسیار پرتلاطمشون بودن که به ما رسیده و هنوز در بعضی جاها حفظ شده، در بعضی جاها به مناسباتی ممکنه نباشه. اما اینکه نیست و الان استفاده نمیشه، هیچ دال بر نیست که اینجا نبوده یا نیست. اینا همه بودن، اینا آواهای بشری هستند. بشر همشون از هستیشون، از زندگیشون موسیقی میگرفتن. بدون شک این آواها در همه جا هست. ما یک سفری به اروپا داشتیم، در پرتغال آقای اومد منو به عنوان مجار بغل کرد. گفتم نه، من ایرانی هم. بعد از اینکه مویه ها رو شنید، این اشتراکاتی رو احساس کرد. اصلا میگفت من این رو در مجارستان عیناً من شنیدم و فکر کردم شما از اونجا اومدید. این گروه یک موقع یک فیلم سینمایی برای شرکت در جشنواره‌ای به کره رفته بود و مقداری از مویه هایی که من میخونم توی فیلم استفاده شده بود. کسی اونجا از مسئولین جشنواره گفت چرا موسیقی از آواهای کره استفاده کردید؟ گفت کجاش کارگردان؟ گفت اینجا. گفت نه، این مال خودمونه. اینقدر شبیه هن اینا، مثل مفرقای ما آقا. الان مفرقای ما با یوگسلاوا
میگن متخصصینش میگن من نمیدونم، میگن اگر اون رو دو تاش رو به هر حال ببری پشت بیاری تشخیصش برای متخصص مشکل کدومش لرستان کدومش اونجاست. زاگرس خصوصا، نه فقط لرستان. صحبت از زاگرس شد، میخوام خواهش کنم که توضیح بدید که اصلا گروه زاگرس از کی پدید آمد و چه اجراهایی داشتید. گروه زاگرس مثل همه گروهایی که در لرستان به وجود میان، گاهن خودتون میدونید جناب سجادی، به علت اینکه نمیشه موسیقیدان ها دور هم دیگه جمع بشن و دراز مدت کنار هم دیگه باشن به خاطر خیلی از مسائل، ولی خوشبختانه این گروه از دهه 70 به این ور، شاید مثلا 76 70 خوب دوام آورده الحمدلله. آره بودن، گاهن ممکنه بعضی افراد اینجا من این ولی گروه بله اصلی گروه ثابت بوده، به علت مسافرت احیانا یا جابجا شدن اشخاص ممکنه افراد عوض شده باشن، ولی از همون موقع به فعالیت خودش ادامه داده. دوست بسیار عزیزم جناب آقای امین عباسیان زحمت گروه رو میکشه، کسی که سنتور میزدن و دیدید خودتون، خیلی زحمات گروه، هدایت گروه، جمع و جور کردن بچه ها و اینها، همه زحمت میکشن. آقا نمیشه من بگم یک نفر خیلی نقش داره، نه همه خوب بودن. اگه همه نخوان نمیم سرنا نواز شما حس و حال خاصی داشت. بله بسیار عالی دیدید شما. خب من میدونم با کسی طرفم که موسیقی رو میشناسه و یه ذهن موسیقایی با من داره صحبت میکنه، خوب دیدید شما سرنا، سازهای بادی توی منطقه ما همیشه وجود داشته و بوده و به خوبی نواخته می شده. شما یکی از اساتید این عرصه رو که فوت کردن، شما میرزا مرادی رو به خوبی می شناسید. بله واقعا نوازید بی در جشنواره آوین فرانسه خوب می دونید که بله. مقام داشتن به حال به عنوان توی دنیا به عنوان مروارید اقیانوس بله. سلطان سازهای بادی اینجور لقب هایی بله. داشتن، ولی مشکلمون این بود که این چرا توی ارکستر هامون نباشه، چرا نیاد به هر حال توی موسیقی که داریم دیده بشه در کنار بقیه احساسا. اجازه بدیم بخشی از اون رو بشنویم ادامه گفتگو. بسیار خوب، استعداد احسان عبدی رو میخوام بگم با هم میبینیم. احسان عبدیپور واقعا این هیجانی که در سازش هست برگرفته از همون آبشخوری است که جناب عالی فرمودی لرستان بله، خواستگاه بله، مردمان بله، سلحشور و همینطور آواها و نواهای حماسی است. پیرامون احسان داشتید صحبت می‌کردید، ایشون از طفولیت ما این جای خالی رو خوشبختانه یک معجزه، یک استعداد، یک کسی اومدن به هر حال از کودکی به هر دلیل باشن این از سرنایشون علاقمند میشه و این استعداد رو ما از همون اولش تا دیدیم اینجوریه و این استعداد به این قوت در این آدم هست، گفتیم باید توی به هر حال کارها باشه و توی ارکسترمون در کنار سایر سازها این آدم تونست خودش رو جفت و جور بکنه. با بریدن سازها هیچ جا این تدریس نمیشه. شما میدونید یه چوب خیلی معمولی بی جان به هر حال خیلی نه کوک داره نه نمیدونم پرده داره نه چیزی داره که بشه با اون ور رفت. خودش این آدم با کوتاه بلند کردن سازها، با بریدن اینها، با زحمت و مشقت فراوان، با اینکه سنی نداره ولی به خاطر علاقمندی که به این ساز داشت و بعد که توی ارکستر اومد بیشتر مسئولیت احساس کرد و خودش رو ارتقا داد، الان واقعا حیرت آوره. به نظر من توی سازهای بادی ایشون یه پدیده هستن، فقط توی استان هم نیستن، این توی همه جا میشناسن، کشور خارج میرن. اخیراً هم با سازهای بادی کشور سوئد یه کنسرت داشتن، یه بله اجرا مشترک. خب بسیار متشکرم جناب امام. خب ما حتما این قول رو از شما میگیریم جلوی دوربین دستان که یک گفتگوی مبسوط با شما داشته باشیم. پیرامون موسیقی
عزیز و عظیم لرستان با شما صحبت کنیم و همینطور پیرامون آثار خوبی که شما پدید آوردید و از گذشتگان صحبت کنیم، از جوانهای کلان استعداد و امید موسیقی آینده هستن. خیلی از شما ممنونم. به عنوان سفر پایانی اگر نکته‌ای دارید باشم. من اگه میگم به هر حال سرنا اینجوری، نه اینکه سازهای دیگه یا نوازندگان دیگه، ما کمانچه ما هم که دیدید آقای پشتار چه دیگه ساز همه واقعا همه خوب بودن، منتها سرنا رو به این خاطر ویژگی هایی که فرمودید ما صحبت شد و اینها. من ممنونم از شما که این وقت رو دادید و خیلی متشکرم جناب آقای سجادی و به شما تبریک میدم و به آقایون همکار شما که همیشه این برنامه شما، برنامه‌ای رو که دوستان شما و خودتون تعیین میکنید، یک تنها چیزی من دیدم برای موسیقی به طور جدی برای تو این کشور داره دنبال این متعلق به شما و وظیفه ماست. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و گرانقدر برنامه دستان. دعوت میکنم که همراه ما باشید در بخش بعدی با مزراب.